دوستان میخوایم کلاف رو جا بزنیم. طریقه جا زدن این کلاف ها به صورت کشویی میشه بچه ها. دو تا عایق برمیدارید، عایق 0-12، عایق کف هم بچه ها 0-12 میزنید. تا 0-16 هم بزنید مشکل نیست، ولی اگر 0-20ش کنید یه مقدار سیم بد جا میره. خب عایق کف رو میزنید، عایقی که بریدیم واسه کشویی جا زدن رو جا میزنید. ببینید بچه ها به این حد که برسه خوبه. خب میشماریم 1-2-3-4-5-6 اینجا میشه عایق بعدی ما. ببینید بچه ها اینم جا میزنید توی کارمون به این شکل. گام 1 بشید بچه ها، ببینید 1-2-3-4-5-6 به این شکل. خب بچه ها گاهی اوقات سیمو جا میزنیم، لبه ها اجازه نمیده که سیم دقیق تا بخوره بره داخل. اون موقع میاد یه مقدار از عرض عایق ها رو کوتاه میکنید. ببینید الان نزدیک به 1.5 سانتی تا 2 سانتی از شیار بیرونه. میاد اینو تقریبا میرسونید به 1 سانتی. خب ما الان میرسونیم به 1 سانتی که ببینید شما. دوستان سیمو کنار میذارید، سرهای کلاف رو به جلو به سمت دهنه استاتون، کلاف رو بغل قرار میدید، بر میدارید. ببینید بچه ها میچرخونید و یه مقداری دهنه رو کج میکنید. ببینید بچه ها سیم رو به این شکل صاف میکنید، توی دست میکشید سیم رو. ببینید بچه ها به این شکل میکشید تا کلاف صاف صاف بشه. میارید میذارید توی دهنه موتور، سیم ها رو میدید عقب با دست. یه مقداری بچه ها اول کار سخت است و قلقش بیاد دستتون یه مقداری زمان میبره. اول بچه ها یه مقداری بد جا میده به خاطر اینکه عرض کار کمه. ببینید سمت مقابل من کامل توی شیار نشسته، دقت کنید به اینجا. سیمو باز میکنم به این شکل. این سمت کار من کامل توی شیار نشسته. عایق رو رو میزنم به این سمت. دور برمیگردم به این سمت کار. بچه عایق زیر رو در میارم، چند دونه بیرون مونده بچه ها، اون چند دونه رو میارم جلوی شیار قرار میدم، با انگشت جا میزنم و عایق رو رو قرار میدم و با سیم به این صورت بازی میکنم عقب جلو. اون چند دونه رو خودش بچه ها میندازه توی شیار. این شکل دوستان میکشم عقب جلو، میکشم عقب جلو. این بچه دست میذارم روی آیه به این شکل. از این سمت بچه ها برمیگردونم که تصویر رو ببینید. ببینید به این شکل اگه مشخص باشه.
میام با چوب این چندون سیم رو داخل میزنم. گاهی اوقات که بچه ها نمیشه شما بیاید عایق رو رو یه مقدار ضخیم تر بگیرید، چون وقتی عایق 0-12 میگیریم عایق تمام اینو نداره که سیم ها رو انتقال بده به داخل شیار. بچه با انگشت دست رو میارید داخل استاتور، اگر مشخص باشه دست میذارید روی عایقی که بیرونه. میبینید من دست میذارم روی عایق و از این سمت با این دست میکشم عقب. ببینید بچه ها میکشم عقب میفرستم داخل، میکشم عقب میفرستم داخل به این شکل. ببینید بچه ها به این شکل سیم توی شیار میشینه. این هم انتهای کار، فقط باید فرم داده بشه و چکش کاری.